سلام دوستان عزیز، به کانال ما خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگه آماده این سفر جدیدی رو با هم آغاز می‌کنیم به شهری زیبا در استان گیلان که با طبیعتی زیبا و خیره کننده، آداب و رسوم جالب محلی، بازارهای متنوع میتونه مقصد جالبی برای سفر بعدی شما باشه. پس توی این سفر نیز منو تنها نذارید و با من همراه باشید. شهر آستارا یکی از شهرهای بزرگ استان گیلان هست که در شمالی ترین نقطه استان گیلان و در مرز ایران با جمهوری آذربایجان قرار گرفته. از نظر جغرافیایی در مرکز منطقه تالش قرار دارد. این شهر از شرق به دریای خزر، از شمال به آستارای جمهوری آذربایجان، از غرب به استان اردبیل و از جنوب به شهرستان تالش محدود شده است. آستارا چای آستارای ایران را از آستارای جمهوری آذربایجان جدا می سازد. بخش اصلی راه شوزه اردبیل آستارا تقریباً به موازات همین رود و خط مرزی کشیده شده است. این شهر از لحاظ اقامت مسافر در سطح استان گیلان دارای رتبه نخست می باشد. در گذشته تولید سفال سقف در شهر آستارا بسیار رایج بوده و شهر آستارا به شهر بام‌های سفالین مشهور بوده است. با وجود اینکه تا چند سال پیش کارگاه‌های تولید سفال سقف در آستارا به عنوان مهمترین منبع درآمد مردم مطرح بود، امروز دیگه از اون کارگاه‌ها خبری نیست. با توجه به موقعیت جغرافیایی که شهر آستارا داره و ارتفاعش از سطح دریا، نزدیکی این شهر به دره حیران و دارا بودن اقلیم کوهستانی و آب و هوای معتدل و مرطوب، این شهر اندکی از دیگر مناطق پست جلگه‌ای استان گیلان خنک‌تر هست. Thank you.
اغلب مردم آستارا آذری هستند و به زبان ترکی آذربایجانی صحبت می کنند. شماری از مردم نیز تالش هستند و به زبان تالشی سخن می گویند. آستارا با داشتن جاذبه های گردشگری متعدد در تمامی فصول سال میزبان تعداد زیادی از مسافرین ایرانی و خارجی به خصوص از حوزه قفقاز می باشد. Çok güzeldiler, çok güzel. Çiftler ne? منطقه نمونه گردشگری حیران، ساحل صدف، بازارچه ساحلی که همین الان توی تصویر مشاهده میکنین، تالاب و استیل و خیلی از مناطق گردشگری دیگه باعث شده که سالانه در حدود 6 میلیون نفر از ایرانیان و بالغ بر 600 هزار نفر از کشورهای خارجی از این شهر دیدن کنند. اکنون قدیمی ترین بنای منطقه متعلق به دوره ایلخانیان بوده و تعداد دیگری از آثار دوران صفویه و قاجاریه این بنای کهن رو همراهی می کنند. یکی از معروف‌ترین دیدنی‌هایی که توی شهر ساحلی آستارا هست و اکثر مسافرین به قصد دیدن و خرید از اون وارد این شهر میشن، بازار بزرگ ساحلی آستارا هست. پیشینه این بازار به سال 1368 که همزمان با اون مرز ما بین ایران و جمهوری آذربایجان هم آزاد شد میرسه. البته قابل ذکره که اسم قدیمی این بازار بازارچه روسی بوده که اهالی بومی شهر آستارا بازار بساط یا تخت بازار مینامیدنش. چوب با یادم قابلاردن با مامامون دواره ایدیم نردن دیوستن چوخ یه چهره چوخ چوخ یه چهره بازاره یعنی دولان دولان کلومور هر شیچی ذهن انجلی رو دوار
Oy bu dengeli 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 cücelere. Oh. Bak. Ben sepiden kızını alaktım ben. Yendim Nietzsche'ye. Nietzsche vurur yani bununla. Yani Allah'ım. Yanımda. Ali Ağa. Kulağısın. Bak işte. بازار بزرگ ساحلی آستارو یکی از مراکز عمده تجاری در شمال کشور محسوب میشه که درش بیش از 1500 واحد صنفی در قالب چندین پاساژ و در بخش‌های مختلف مانند پوشاک و غیره فعالیت میکنند. اگه عاشق خرید هستین حتما از گشت و گذار در پاساژ‌ها و فروشگاه‌های این شهر لذت خواهید برد.
Zaten indi hamuk divanadır. Bıcaran oldu. Onu da farmoy sağ sağ kurdular. Başarıları sağ sağ başlandılar. Hav mı siyasiyonu sevdi? Dinamik açıyor tüzgünler. چلارتی صبح دیارت دن بان دیارت دو هات رو من فرو چیم باهم رو برو دستیز باخسی چیم باهم دو نظرم سان نظرم چلیک که خوش دیو Thank you.
بازار بزرگ ساحلی آستارا درست در کنار ساحل دریای خزر هست که میتونین ساعتی از روز رو به استراحت و تفریح در کنار ساحل بگذرونیم و از قایق سواری در آبهای دریای خزر لذت ببریم. دوستان عزیز، به انتهای قسمت اول سفر به شهر آستارا رسیدیم. امیدوارم دیدن تصاویر این ویدیو براتون جالب و لذت بخش بوده باشه. تا سفرهای آینده، امید دیدار.